و مطلبی دیگر درباره ایران. 9 تن از وکلای زندانی و فعالان حقوق دراویش از زندانهای اوین و شیراز در نامی به حسن روحانی خواستار رسیدگی به وضعیت دراویش زندانی شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور که به دراویش گنابادی نزدیک است، در بخشی از این نامه نوشته شده که به بایکوت خبری دراویش پایان ببخشید. فریاد آخرین واکنش ستم دیده در برابر ستم است. محروم کردن او نهایت جنایت است. فریادها را در گلو به بغض و کینه مبدل نکنید. حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، امید بهروزی، مصطفی عبدی، رضا انتصاری و کسرا نوری از فعالان زندانی حقوق دراویش از امضا کنندگان این نامه هستند. حکومت ایران از حدود یک سال نیم پیش تعداد زیادی از دراویش گنابادی و وکلای مدافعشان را دستگیر کرده. در گفتگوی با مصطفی آزمایش، نماینده دراویش نعمت اللهی گنابادی در اروپا، از او پرسیدم این 9 زندانی چه خواسته هایی را در نامشان مطرح کردند. متاسفانه نقض مستمر حقوق اقلیت های مذهبی در ایران، من جمله دراویش، به ویژه مدافعان حقوق دراویش در ایران، بعد از اومدن آقای روحانی روی کار همچنان ادامه پیدا کرده و از شدتش کاسته نشده، بلکه فشارها و تضییق‌ها بر علیه دراویش شدت بیشتری هم پیدا کرده و هر چقدر هم که اهل حقوق و قانون صبر کردند و سکوت کردند، دیدن که فایده‌ای نداره و متاسفانه قوه قضاییه نهایت ناعدالتی و بیداد رو داره در حق دراویش محمول می‌داره و تحت سلطه نهادهای امنیتی دراویش رو در شهرهای مختلف می‌گیرن، به زندان می‌ندازن، مورد سرکوب قرار می‌دن و براشون احکام ظالمانه صادر می‌کنن. علاوه بر این، قطب سلسله و مشایخ سلسله و بزرگان سلسله گنابادی رو از حق تردد میان شهرهای مختلف و حتی رفتن به شهر محل تولد خودشون در گناباد ممنوع کردن و این حصر خفیه. و سایر دراویشی رو که در تهران، در زندان اوین و در زندان نظام شیراز زندانی هستن، متاسفانه اینها رو از حد اقل حقوق یه زندانی محروم کردن که باید مورد چکاپ پزشکی مداوم قرار بگیره و اینا روز به روز داره حالشون وخیمتر میشه و کسی به فریادشون نمیرسه. همه این عوامل باعث شد که یک نامه با 9 امضا تدارک دیده شد. نامه سرگشاده است که در سایت خبری مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، انتشار پیدا کرده. خطاب به رئیس قوه مجریه آقای روحانیه و از ایشون دعوت کردن که وفادار به اون عهدی که با مردم بستن و به خاطر اون انتخاب شدن باشند و این وضعیت سرکوب و این حمله‌ها و توهین‌ها و اهانت‌ها و پرونده‌ساز که تبدیل به رزمی جاری در دستگاه قضا شده متوقف بشه. خب حالا شاید این سوال پیش بیاد که چرا این نامه به رئیس جمهور نوشته شده؟ آیا رئیس قوه قضاییه مسئولیتی بیشتری نداره در این زمینه؟ آقای روحانی منتخب مردم هستند، یعنی اکثریت مردم در انتخابات با آقای روحانی رأی دادن، در حالی که رئیس قوه قضا و سایر نهادها منصوب هستند و آقای روحانی برخواست قاعدتاً به عنوان شخصی که برخواسته از آراء مردمه باید یک پناهگاه و ملجعی برای فریادهای مردم باشه. کسانی که منصوبن اصلا گوششون به دهکار و حرفای دادخواهانه دراویش تا حالا نبوده، به این دلیلی که با آقای روحانی نامه نوشتن. مصطفی آزمایش، نماینده دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در اروپا.